با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، همان گونه که وعده داده بودیم برنامه خبرناک هر پنجشنبه از ساعت 11 با مجوزی که شما به ما دادید مهمان منازل شما هست از شبکه امید جاودان. سپاسگزار هستیم که با ما هستید. عزیزانی که روی فیسبوک هستن تشویقتون میکنم لطف کنید ما رو شیر کنید با دوستانتون تا بتوانیم نسبت مطالبی که گفته میشه این برنامه هستش که سعی میکنه نسبت به آگاهی در رابطه با مسائل سیاسی و موقعیت هایی که میتونه نسبت شرط باورهای ما باشه از افرادی که در این قسمت تفسیر میکنن نسبت موضوعات مختلف ما استفاده خواهیم کرد تا شما عزیزان بهره بگیرید. پس تشویقتون میکنم هموطنان عزیز هر پنجشنبه ساعت 11 منتظر برنامه خبرناک باشید از شبکه امید جاودان. خبر خوشی که داریم این هستش که امید جاودان این شبکه الان روی ماهواره هستش و هموطنان عزیز ما شاید اولین بار هست این برنامه رو میبینن و با فیض خداوند آدرس رو حتما در طول برنامه سعی میکنیم که پایین صفحه تلویزیون بذاریم و میتونید یادداشت کنید، به دوستانتون بدید و همون گونه که هموطنان عزیز ما میدانند و حتما عزیزانی که در ایران هستن، این عزیزان شاهد برنامه های امید جاودان بودن از شبکه محبت و همچنین از شبکات دیگه مانند شبکه پارس، شبکه یک، تصویر ایران و چند تلویزیون دیگه که برنامه امید جاودان اونجا پخش میشد. این برنامه مسیحی هستش که برای رسوندن خبر خوش نجات در طول سالها مردم ما رو خدمت کرده، اما توانستیم در طول حدود 3 سال هستش که توانستیم با فیض خداوند روی ماهواره تلویزیون خودمون داشته باشیم و الان فکر میکنم هنوز 24 ساعت نشده که ما روی ماهواره هستیم. پس تشویقتون میکنم لطفاً به دیگر دوستانتون بگید برنامه شبکه امید جاودان 24 ساعته هستش. سعی میکنیم از برنامه گذاران خوبی استفاده کنیم، چه نسبت به کلام خدا که در این روزهایی که هموطنان ما در سختی ها و مشکلات هستن بتواند امید دهنده باشه و همچنین در رابطه با مسائل سیاسی از کنشگران سیاسی استفاده خواهیم کرد برای رسوندن آگاهی و همچنین ما آگاهی نسبت باورها نیز میگیم به طور خاص در رابطه با اسلام، اما هرگز قصد توهین به هیچ باورمندی رو نداریم. حتما اسلام در این شبکه نقد خواهد شد، اما یک مسلمان هرگز نقد نخواهد شد. یک مسلمان از باوری که از والدین گرفته، از جامعه گرفته، این آزادی رو داره یک انسان که با هر باوری زندگی کنه و ما بر این اعتقاد هستیم. خبر خوش نجات انجیل مسیح هم ما به زور به کسی نمیگیم، بلکه اعلام میکنیم هموطن عزیزم جهنم بسته شد 2000 سال پیش، امروز دروازه عشق و محبت به توسط عیسی مسیح باز هست تا هیچ کس داوری نشه. کسی که مسیح ایمان میآورد، اونم بازم بستگی داره افراد، شاید شخصی میگه من میخوام روی این باورم باشم، میخوام روی داوری برم جلو، اما مسیح آمد تا کسی داوری نشه. پس هدف شبکه امید جاودان در مسیر همین اسمش هست، امید جاودان، امید بر روی این زمین و امید تا انتها در ملکوت خداوند. تشویقتون میکنم هموطنان خوبمون لطفا برنامه ها رو ببینید، برنامه های متفاوتی خواهیم داشت که در رابطه با کلام هست، در رابطه با مسائل سیاسی هست، در رابطه با موقعیت های هنری هستش. سعی میکنیم همون گونه که آقای یاسر عزیز در اتاق فرمان هستن و ایشون این جدول بندی زیبا رو دارن که هر روز ما 2 یا 3 فیلم سینمایی پخش خواهیم کرد، فیلم های سینمایی ترجمه شده، دوبله شده و فیلم های خوب و سالم که برای خانواده ها میتونه مناسب باشه. برنامه کودک رو داریم که 1، 2، 3 هستش که از برادر از اون روبن هستش، خردسال ها میتونن استفاده بکنن و برنامه های برای تینیجر ها و همچنین جوانانمون داریم، نوجوانانمون داریم، برنامه های ورزشی رو داریم، از خواننده ها نیز استفاده خواهیم کرد در این شبکه، سرودهای مسیحی هم نیز خواهید شنید. به هر حال
این شبکه است، کلیسا نیست. درسته من کشیش هستم، اما ما کلیسای خودمون رو داریم در لس آنجلس. به فیض خدا در شهرهای ایران هم در آینده کلیساها خواهیم داشت که باعث سلامتی و شفا و آرامش و امید بشه. اما شبکه ما کلیسا نیست عزیزان. به کلیسای مسیح افتخار میکنیم، اینجا یه شبکه هست که سعی میکنیم از تمام برنامه‌هایی که میتواند مفید باشه استفاده کنیم برای شما ایرانیان عزیز. عزیزانی که مایل هستن با ما تماس بگیرن، حداقل به ما بگن تصویر و صدای ما چگونه هستش، میتوانن با شماره تلفن‌هایی که پایین صفحه مشاهده میکنید 818-716-4-0 و یا 818-699-16-15 تماس بگیرید. مسلما شاید نتوانیم جوابگوی مستقیم تلفن‌های شما باشیم، اما میتوانید برای ما پیام بذارید تا ما متوجه بشیم که برنامه‌های ما چگونه است. خوشحال میشیم انتقادهای شما رو بشنویم که بتونه باعث رشد برنامه‌های این شبکه بشه. پس در خدمت شما هموطنان هستیم، اما نمیخوایم این یک رابطه یک طرفه باشه، دوست داریم از شما نیز بشنویم. حتما برنامه‌هایی هم خواهیم گذاشت که تلفن رو مستقیم میگیریم، چه در رابطه با مسائل سیاسی و چه در رابطه با کلام خدا، که عزیزانی که مشتاق هستن زنگ بزنن براشون دعا بشه. گروه دعای ما الان نزدیک 13 سال هستش که این گروه دعا در دعا و روزه برای ایران و ایرانیان هست. هر سه شنبه از ساعت 6 صبح تا 9 صبح ما برنامه‌ای که در کلیسا داریم برای ایران و ایرانیان دعا میکنیم و بسیار گواهی ها داریم. پس لازم بود که امروز که روز اول و تولد شبکه امید جوان روی ماهواره هست، در این رابطه با شما صحبت کرده باشم که این اطلاعات رو داشته باشید. درود می‌فرستم خدمت برادر خوب عزیزم و در بهروز عزیز که اینک با من هستن. ممنون از شما. درود بر همه عزیزان، همه فارس زبانان در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، در اروپا و در امریکا. خوشحالم که باز فرصتی شد اینجا در حضور کشیش رسول عزیز باشم و همینطور شما عزیزان، و خوشحالم که امروز برنامه ما از طریق ماهواره قابل دیدن هستش. این یه فیض بزرگه که واقعا نصیب جامعه ایرانی شده. شکر. چون هدف اصلی اینه که ما کلام نجات بخش انجیل رو به همه برسونیم، چون این در خود کتاب مقدس هم پیشگویی شده که در زمانهای آخر همچین اتفاقی خواهد افتاد. خوشحالیم که این شرط هست و دعامون اینه که خداوند شرطی رو به وجود بیاره که آنچه که گفته میشه همه در طبق اراده خداوند باشه. هدف ما در واقع اینه که ما بشارت بدیم و بشارت دادن ما بر اساس محبته. هیچ آمین. در واقع تحمیلی نیستش. مسلم. عزیزان مسلمان، ایرانیانی که سالهای سال دارن به سمت در واقع اسلام گرایش دارن و مسلمان زاده هستن، سردرگمن، شما میتونین این برنامه ها رو ببینین، تجزیه تحلیل بکنین و اگه به قلبتون نشست با میل انتخاب بکنین. عیسی مسیح هم گفتش که هر جو که کلام منو گفتین اگه قبول کردن خوشا به حالش، برکت برای اوناست. اگرم قبول نکردن دعای خیر و برکت براشون بکنین و از اونجا دور بشین. آمین. و ما همین دعای خیر و برکت رو برای همه شما عزیزان داریم. آمین. با سپاس. آیا براتون مقدور هست اون آدرس فرکانس ما رو هم بگید؟ بله بله. یک البته حتما پایین شبکه شما در آینده خواهید دید، اما اگر شما داشتید فکر کنم فرمودید که آماده است روی صفحه شاید باشه. عرض به حضورتون که روی یاست و ترکمنست با فرکانس 10887 ورتیکال هستش و سیمبل ریتش 27500 هست و با فرکانس 2/3 پخش میشه. امیدوارم که به راحتی بتونین اینو پیدا بکنین و استفاده کنین. لطف کنین با دوستانتون شیر کنین، در میون بذارید. هرچند این برنامه خبرناک کاملا برنامه سیاسی هستش، از مفسرین سیاسی استفاده خواهیم کرد، اما به عنوان اولین برنامه که داریم پخش میشیم روی ماهواره، هرچند قبلش با آقای شاپور عزیز بودیم، برادر عزیز خوب ما که یکی از خادمین خوب در بین مسیحی ها هستن، اما میخواییم با دعا شروع کنیم.
من میخوام الان برای ایران و آزادی ایران دعا کنم و میخوام برای تو هموطن عزیزم دعا کنم نسبت موضوعاتت، مشکلاتت و سختی‌هایی که توی زندگی دارید با ایمان بپذیر. خدای ما محبته، جهان رو با عشق آفریده. خداوند برای تو هموطن عزیزم یک برنامه نیکو داشته، هرچند روزگار متاسفانه ما رو از اون هدف خلقت دور کرده، اما بدون خدا دوستت داره. اینو بپذیر. شاید میگی خیلی سخت است به خاطر مشکلاتی که دارم. خدا کجاست؟ خداوند کنار تو هستش. این شیطان بود که در طول این سالها متاسفانه آسیبی که به طور خاص به سرزمین عزیز ما ایران زد به توسط نظام اسلامی و معلمین دروغین باعث شد که این اعتماد از مردم کم بشه، حتی نسبت به ایمانشون، حتی نسبت به مردان و زنانی که اعلام میکنن خدا عشق و خدا محبت هست، یک تصویر اشتباه در ذهنشون اومده. اما بدون هموطن عزیزم خدا عاشق توست. حتی شده بیا برای یک بارم شده تو هموطن عزیزم که امروز اولین بار هست این شبکه رو میبینی، اصلا شبکه مسیحی رو میبینی، برای یک بارم شده اجازه بده در نام عیسی مسیح برات دعا بشه. امتحانش کن. کلام خداوند هم همینو میگه، میگه بیایید بچشید. ببینید بچشید. خدا نیکوست، پس چیزی جبری نیستش. انجیل مسیح با توجه به اینکه هر دوی ما از خانواده های متعصب اسلامی بودیم، من بچه قم و در یک خانواده سیاسی اسلامی، برادر عزیزمون هم از سمت مادر هم از سمت پدر هر دو سید بودم، ولی ما به مسیح ایمان آوردیم. من یه خواهشی میخوام بکنم. من بفهم اومدم اینو کلمه عزیزان، به هیچ وجه مسلمونا و مسیحی ها رو با هم مقایسه نکنید. به هیچ وجه به این مراجعه نکنین که جنگ های صلیبی چه اتفاقاتی افتاده. ما مسلمون خوب بسیار داریم، مسیحی بدم بسیار داریم. با توجه به این شما برای اینکه شناخت درستی پیدا بکنین از اسلام و مسیحیت نباید بیاین مسلمون و مسیحی رو مقایسه کنین. بهترین مقایسه بین شخص محمد ابن عبدالله و عیسی مسیح، این دوتا رو با هم مقایسه کنین و کتاب قرآن و کتاب انجیل، اینا رو با هم مقایسه بکنین، قطعا انتخاب درستی خواهید داشت. مسلمه، مسلم. سپاس از اینکه اینو فرمودید. پس بیاید لحظه با دعای ما متحد بشید و همچنین برای آزادی ایران میخوایم دعا کنیم. خواهش میکنم، فقط کافیه متحد بشید. حتما در سری برنامه های دیگه‌مون تلفن های آزادی خواهیم داشت باز که شما میتونید با ما تماس بگیرید. پدر آسمانی، خدا قدوس، تو رو شکر میکنم برای این وقت، تو رو شکر میکنم که این فیض تو بود که این شبکه بتونه روی ماهواره باشه و از ایران پخش بشه. پس خواهش میکنم مطابق فیض در نام عیسی مسیح تمام بینندگان ما در هر کجای جهان که هستن، چه ایران ای خداوندا و چه در اروپا هستن و هر قاره دیگه، استرالیا ای خداوندا، آمریکا هستن، تو مطابق فیضت آنانی که با ما متحد هستن دعای اونها رو خداوند تو اجابت کن نسبت به هر موضوعی و همچنین ما رو حمایت کن که از طرف تو بتونیم دستی برای رسوندن خبر خوش و امید باشیم و شادی و خوشی بر ایران و ایرانیان باشیم. همچنین از تو میخوام که خداوند این تو باشی که مطابق فیض عیسی مسیح سرزمین ما رو از این تاریکی که نظام اسلامی ایجاد کرده تو رهایی بدی و کشور ما رو تو آزاد کنی تا در این مسیر بتونیم در کشورمون نام تو رو جلال بدیم، همدیگر رو محبت کنیم و به اندیشه آبادانی کشورمون ایران نیز ای پدر جان بپردازیم. و چون همه اینا را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان هموطن عزیزم دریافت کنیم. آمین. اگر موافق هستیم بریم با همدیگه به سلیقه یاسر عزیزم در اتاق فرمان موزیکی رو ببینیم و یا کلیپی رو ببینیم، برمیگردیم با مهمان عزیزی خواهیم بود. گیرش کردن بردنش زندان، محکوم به اعدام شد و الان دیگه ابد بهش دادن یا شیر یا شیر در زندانه. ولی نسل و مردمش رو ببینید، کردهایی که دارن با اینها مبارزه میکنن، شما چهره هاشو میبینید، اکثر این دختر خانم ها اینا تحصیل کرده غرب هستن، اکثر این آقایان کرد تحصیل کرده غرب هستن، در آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلیس، هلند، اینها امکانات خوبی داشتن، زندگی خوبی داشتن، ول کردن، رفته که مسلسل گرفته دستش، داره میجنگه، عذاب خاکش دفاع میکنه، اینا ایرانیان.
ما نباید وارد بازی جهانی بشیم. میخوان نسل کشی کنن زرتشتی ها رو، در عراق و سوریه کشتن یزیدی ها رو، علوی ها رو، اینا زرتشتی هم در اصل، مسیح های بنده خدا رو. مسیحیت هم بخشی به نوعی، بارا من گفتم روش صحبت کردم، مسیح به گونه ای آیین میترا و زرتشته، در این مورد زیاد گفتیم. نامینا دادان نسل کشیش از بین میبرن، مثل شیعه کشی شیعه رو میکشن، چون اون شیعه هایی که خردمند هستن بر پایه زرتشتیگری است. حالا من از شما خواهش میکنم اول صحبت رجب طیب اردوان ببینین، بعد از اون صحبت خلیفه شو، آخوند شو، مفتی شو، البته بعد از رجب طیب اردوان صحبت آقای دمیتاش هم پخشش میکنید، قضاوت بکنید و داوری بکنید که مرده چقدر دروغ. Ah benim Diyarbakırlı kardeşim, bunlar camilerimizi yakmadılar mı? Camilerimizi yıkmadılar mı? Bunlar ateist, bunlar zerdüşt, bunlardan bir şey olmaz. Bunlar bizim değerlerimizle hareket etmediler, etmiyorlar. Bu ülkenin %52 oy almış ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatının Diyarbakır'da söylediklerine bir bakın. Önce diyor ki, yalanın büyüğüne bakın. Önce diyor ki, biz diyor yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Asla biz milliyetçilik yapmayız. Etnik milliyetçilik yapmayız, dinsel milliyetçilik yapmayız. İyi, güzel. Bak cümle buraya kadar güzel. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyorsan güzel. Ama hemen arkasından, yalanın büyüğü ya, hemen arkasından diyor ki, ey Diyarbakır halkı, bakın bunlar diyor zerdüştür. Hani ne anlamadın? Hani sen yaradılanı yaradandan ötürü seviyorsun? Zerdüştlük kadim bir inançtır. O dine inananlar da var. Değil mi? Onları da Allah yaratmamış. Sen nasıl bir yalancısın? Sen nasıl bir ayrımcısın? İnsanların dininde, inancından dolayı meydanlarda nasıl yuvarlatabilirsin? İşte kafa budur. Milliyetçiler, ırkçılar, mezhepçiler, DAEŞ çetesinin anlayışı bunlarda sirayet edilir. Ülkemizin insanları. Terörize oldun mu kardeşim, canını oku. Ben özel harekata sesleniyorum. Bir daha sesleniyorum. Yaralı almayın. Emniyet güçlerine sesleniyorum. Kimseyi yaralı bırakmayın. Biz, affedersiniz, yılan beslemeye razıyız. Akrep beslemeye razıyız. Kurt, canavar beslemeye razıyız. Ama bu melunları beslemeye razı değiliz. Hapislere girmesin kimse. Ne dağda bırakın, ne şehirde bırakın, ne orada bırakın. Allah'ını seviyorsanız bırakmayın. Hala یه کار و شاهکار دیگه یک خانم کرد رو ببینید. یک خانم گرد. یک خانم گرد میره خوراک سگ رو در ایتالیا است. جایی که اوجلان رفته بود اونجا بیرونش کردن. میره خوراک سگ رو میده به آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا، میگه کمی از این سگ شما وفاداریت بگیرید. در برابر نخست وزیر ایتالیا. این خیلی قشنگه. ببینید تخمرغ بهش نزد. شیرنی بهش نزد، آرد رو صورتش نرفت، آریایی برخورد کرد، زرتشتی برخورد کرد، با شخصیت برخورد کرد. چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ خوراک سگ بهش داد. اینم ببینید خواهش می‌کنم. Thank you.
شما همینا رو داشته باشید، بعد برید بدبختای بیچاره اربعین و عاشورا و تاسو باشید برید عراق، اتوبوس نباشه بزننتون، سنگتون بزنن، ترورتون میکنن. میدونین تعداد کشته هر سال در عراق چقدره؟ به خبرش به شما نمیدن. آخ شما میشه بیرون اونجا بدبختا، شما دارید سر خاک فردوسی هفت آبان نزدیک و دارید سر خاک کوروش، پور سینا، خیام، حافظ، سعدی، برید تاجیکستان دوشنبه رو ببینید، میرید عراق، میرید نجف و کربلا که کتک هم بخورید، توهین هم بشین، فحش هم بهتون بدن، پول و ثروت و داروی ما رو مفت بدن به اونها. همین میشه که صدای یارو آخوندام دیگه در میاد از این سیستم. اینو ببینید این کتک خوری اینها در عراق. جهت لهم اطلاقات ناريه وقنابل مسيله للدموع، هم يتحدون الرصاص ويتجهون صوب الطوق الامني المفروض عليه. بله صدا اینا هم در میاد. شما الان ببینید این جریان همین آخونده، ببینید این آخونده دیگه، خودش یه آخوند چقدر واقعا واقعا اگر یه ذره شرف و غیرت میداشه یه آخوند به جای که حرف بزن بعد من میزد تو گوش این آدمایی که داره میگه که خیانت کردن و چه کردن و چه کردن این سالها به این مملکت، همه تون کردین، چون همه تون دستاتون تو دست هم بوده، الان دارین فکر میکنین دیگه آخرای کارتون هم هست، از ترس اومدید یه حرفایی میزد، عمل که نمی کنین، عمل نمی کنین. چی شد قرار بود اینا بازداشت میشن زندانی میشن این دزدا؟ چی شد؟ این خیلی جالبه که ببینید. و این تو تاریخ به شما عرض کردم عامل بسیاری از مسائل همین هستید که تریبون ها رو بستید و حرفهایی که رادیوهای بیگانه هم جرأت نمی کنن به ما بزنن شما بزنید. آیا نمایندگان به اینجا اگه بخواستید حرف بزنید ما مانع شدیم؟ یعنی شما هم اومدید؟ نه شما موقعتون فرمونید، خودتون مجلس رو داره خراب میکنید. یعنی سه تا قوه نشستن خودشون تصمیم میگیرن، مجلس این نیست، قوه قضاییه نیست، همه نگاه اینجوری با همه هر چیز به خواست گفتیم. من واقعا متاسف هستم که جناب عالی فرمایشاتی رو در صحن علنی مجلس فرمودید که شاید رادیوهای بیگانه همین مسائل رو به این راحتی نمیتونستن بگن. ما اصلا اجازه ندادید مسئله مطرح بشه. اتفاقا تریبون دست ما نیست که ما برای اینی که بخوایم حرفمون رو بزنیم باید اینقدر داد و بیداد بکنیم. تریبون دست بنده است آقای دکتر یا دست شما؟ 10 سال عقبی شما رئیس قوه بودن، 12 سال شما رئیس مجلس هستید. تو میدون سید اسماعیل هم میگن بین دیدگاه شما و آقای روحانی فرق نمی‌کنه، یعنی همه مملکت در سه قوه دست شما بوده، تریبون دست ماست و دست شماست. شما از وظیفه قانونیتون که قسم یاد کردید اومدید پشت این تریبون، که قسم یاد کردید آیین‌نامه رو رعایت بکنید، آیین‌نامه رو زیر پا می‌ذارید. من برای این دارم بلند شدم این موضوع رو مطرح می‌کنم. ما دیکتاتوریم. اوجلان رو که براتون گفتم، کوردها رهبر کوردها رو چجونه جهان غرب تسلیم ترکیه کرد در سال 1990. به این غرب اعتماد نکردن سخن دیرین ماست، به تازیان اعتماد نکردن. حالا شما اخب جریانی که تازگی را افتاده این بازگرداندن آقای روح الله زم، نیما زم بوده به ایران. مستند داریم برای 50 دجور سیلی دیگر آیا حیط سیلی؟ این سال هر ایده باران حدیم یک ما باران همه سیل نمویم، الان با یک باران سیل هم جاریم. شما فکر اساسی بگیریم، نه اینکه که باید نایفیل بگیریم کنن ارسلامیان جای دیگه نیه.
عمل باید بکنه، عمل تو کار نگردن الان کن عملی بوسی هم باید برم جاهایی بله هر کدوم شما هر کدوم گوش کنید نقل زیاده شما سوال نبودید دل نیست مشکل همه است در بگیر رفتی بزن خب یه بار نگاه بکن کلاس دستخالیه، دانش زندانیه. کلاس دستخالیه، دانش زندانیه. از هفته به تا تهران زحمت کشان در زندان. حراست دانشگاه شعبه اطلاعات. حراست دانشگاه شعبه اینجا در واقع یه جور ما رو میخوان تحت فشار قرار بدن که یعنی توبه‌نامه‌ای بنویسیم و دیگه دست از این فعالیت برداریم که ما هم گفتیم نه چه چیزی نخواهد بود و الان هم که اینجا نگه داشتن در واقع هدفشون همینه وگرنه بازجویی ندارن هر دو هفته یک بار میان علاکی میشینن یه صحبت هایی بعد میخوان ما رو وصل کنن به خارج و بنادن به مجاهدین خلق و یه حرفا اجازه بده میگه قطع میکنم بذار پس آره حالا ببینید در این باره صحبت نکنیم حالا ایشون میگه با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون در ایران، در آمریکا، در اروپا و تمام جهان. سپاس از اینکه با ما بودید و در طول این وقت سعی کردیم که کلیپ‌هایی که تازه به دست ما رسیده رو به شما عزیزان نشون بدیم، همچنین از آقای سیاوش اوستا آنچه را که مطالبی که فرمودن و بسیار مفید و چقدر جالب بود در این روزهای حساس. درود می‌فرستم خدمت آقای سیاوش اوستا، سپاس از مهر شما که اینک دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما مهربانیار گرامی استاد رسول حیدری، درود دارم به مهربانیار بهروز عزیزم کارگردان برنامه آقای یاسر. استاد رسول، من پروانه میخوام در ابتدا این روز رو واقعا فرخنده و به قول شما پربرکت آمین به نامم و اون که شنیدم که شما در ایران پخش میشید توسط ماهواره، این واقعا خیلی مفید هست برای مردم سرزمین ما. آمین. و من به شما از صمیم دل شاباش میگم. سپاس از مهر شما، به فیض خداوند بتونیم برای رسوندن خبر خوش انجیل، برای آرامش، برای امید، برای آگاهی، برای آزادی کشور عزیزمون ایران نیز مفید باشیم. چون این باید. آمین آمین. خب بعد از بهروز عزیزمون هم کنار ما هستن و چه خوش این آقا بهروز با کروات خیلی قشنگ استاد رسول آقا بهروز نشستن بله از شما مرسی شما هم که کتتون خیلی زیباست سپاس هم مهر شما بله ما سال هاست که اینا رو هی میپوشیم و میان در خدمت هموطنان عزیزمون هستیم مرسی ولی بهروز جان از خادمین خوب کلیسای پسکان مسیح هستن و از یاران وفادار به مسیح و همچنین در کنار ما یه دوست خوب و برادر خوب ما هستن. پاینده باشید. سپاس. خب بفهمیم مطالبی از شما بهروز جان. یه مقدار از صحبتهایی که شما در رابطه با ویدئوی آقای اردوغان که ایشون صحبت میکنه و داره به راحتی دستور قتل و کشت و کشتار میده رو ما دیدیم و من فکر میکنم که ما وقتی میگیم ایرانی در واقع این واژه ایرانی یک قوم خاصی رو در نظر نداره. وقتی ما میگیم ایرانی منظورمون کرده، منظورمون لوره، منظورمون بختیاریه، منظورمون گیلکیه، منظورمون فارسه، منظورمون بلوچه، همه اینا ایرانی هستن. و حقیقتا این اتفاقی که الان داره در سوریه میفته ماها رو ناراحت میکنه، عمیقا ناراحت میشیم
ویدئویی که شما برای من فرستادین حدود 29 ثانیه من نتونستم نگاه بکنم و حقیقتا من موندم که در طول تاریخ چطور اینا اینطور خون ریزی میکنن، چجوری اینا ارضا میشن، چه دلیلی داره که سر ببرن. خواهش میکنم در این رابطه یه مقدار بیشتر اطلاع به ما بدین، چون به هر حال در جریان هستین شما. من درود دارم به همه مهربانیاران که برنامه شما رو میبینن، استاد رسول و روز نازنینم و همه عزیزان که از کجا هستن در ایران بهتون شاد باش میگم. همین الان گرم که یک کانال خردگرا و عرفانی، یعنی صحبت از اهورامزدا و خداوند کردن عرفانی است که ضرورت داره که انسان ها خداوند رو بشناسن، نه الله رو، خداوند رو بشناسن و حالت عرفانی داشته باشن و با خرد زندگی کنن. اینو شاید باش میگم. بعد دیگه ببینید بهروز عزیزم، نکته که میخوام بگم اینه که مثل همیشه سیاوش عرفانی میخواد یه حرفی بزنه که کمتر شنیده شده. این چند ثانیه فیلمی که شما فرمودید نتونستید ببینید، تقریبا چند هزار نفر توی اینی که دو روز دیدن براشون فرستاده بودیم از امکانات مختلف، اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و جای دیگه و من با دوستان خودم که گفتگو میکردم، حتی یک نفر دوستان خود منم گفت این رو نفرستیم، ای وای چه میشه. گفتم شما هر چند بانو هستید ولی شما که بانو هستید بایستی الان بگی که اینو بفرستیم و خودت هم بفرستیم، چون همواره ما سانسور کردیم واقعیت های تاریخی رو به هر بهانه ای سانسور کردیم. بعد الان در قرن 21 میلادی، در قرن 77 آریای میترایی، در قرن 14 خود این تازیان جنایتکار میان سر انسان های آزاده اندیشمند خردگرا رو میبرن به جرم زرتشتی بودن، مسیحیان قتل عام کردند به جرم مسیحی بودن در سوریه و عراق. الان در سوریه یکی از پایورترین طایفه هایی که از بشار اسد پشتیبانی میکنه مسیحی هستن، میگن این جون ما رو در برابر داعش نجات داد، داعش ریخته بودن کلیساهای ما رو سوزوندن، ما رو کشتن، زرتشتی های بسیار رو داعشی ها کشتن. خوشبختانه این بایستی پخش بشه تا جهان بداند که اسلام چیست. امپراتوری اسلامی که ترکیه میخواد بسازه، رجب طیب اردوان رو باید بشناسن. اگه اینو پخش نکنیم، که باز پنهان میماند واقعیت ها و جنایت های تاریخی کرده. من یک خبری رو که شاید هنوز نشنیدید به شما بگم. هم اکنون که ما داریم با هم صحبت میکنیم، دو تا از وزرای آقای ترامپ در ترکیه هستن، آقای مایک پنس و پومپئو. اینها هم اکنون، چون من با عربیه مصاحبه داشتم الان در همین رابطه با مسائل جاری، همزمان دیدم که کنفرانس های مطبوعاتی و صحبت ها و غیر و غیر. اینو بهتون بگم، آقای مایک پنس تأکید کرد توی کنفرانس مطبوعاتی، چون به توافق رسیدن که تو که 5 روز متوقف کنه حمله های خودشو و یه شرایطی گذاشته ترکیه اینا. ولی بعدا وزیر خارجه ترکیه که اومد صحبت کرد، یارو خبرنگار پرسید که شما گفتین تا قتل عام نکنید کردا رو ول نمی‌کنید، چرا ول کردید؟ گفت نه، ما کارمون ادامه بدیم. 5 روزه اینو من می‌خوام به شما بگم که داره می‌کارسین سری به انگلیسی برسونید و خود اینا هم گوش می‌کنن، حتی گوش کنن یه هفته‌تون میشه تا ترجمه کنن. حالا آقای مایک پنس هم اکنون دقیقاً 20 دقیقه پیش در کنفرانس مطبوعاتیش بعد از دیدارش با رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ما از اقلیت ها دفاع که میکنیم، هیچ از رجب هم خواستیم که دفاع پاسدار قضیه باشه و اینها یزیدی ها، یزیدی ها زردشتی هستن، یزیدی ها زردشتی، تمام یزیدی هایی که تو عراق کشتن و تو سوریه اینا همه ایرانی بودن و زردشتی، یزید از یزدان، از ایزدیان، ایزدیان میاد. اینا به خاطر حضور اسلام اسمشون رو عوض کردن و گفتن هم یزیدی به جای ایزدی و غیر. الان این کردهایی هم که مشخصن اینها دارن میکشن، اینها کردهایی هستن، خودش رجب هم گفت، شما پخش کردید دیدید، اینها کردهایی هستن که از همون قدیم
که اسلحه به دست گرفتن، که علیه صدام حسین جنگیدن، بر بشار اسد باشن، حافظ اسد جنگیدن، با نیروهای دیگه منطقه جنگیدن، به خاطر سربلندی ایران آریایی و صلح و سلام و آرامش بود و گریز از اسلام تازیان که جز خون علی سربریدن نیست. این سربریدن رو من توصیه میکنم و همه این رسانه هایی که احساس مسئولیت میکنن روزی 10 بار نشون بدن، یعنی که دلم یه جوری میشه من اینو ببینم. من که دارم با شما صحبت میکنم قتل عام‌ها رو دیدم به چشم خودم در طول تاریخ. ما دیدیم همینه که میرن به جنگ. الان دنیا دنیا جنگ، همه جا جنگ، همه جا خونریزی است. تازه این چند تا رو هست که تو این نشون میده و ترکیه میبره سر، بعدم میگه چک چک، یعنی میگه فیل بگیر، فیل خودش داره میگه فیل بگیر، میگه چک چک آبی چک، و خود اینها فیلم میگیرن پخش میکنن و به این افتخار میکنن. این دنیا باید بدونه که اینا کی هستن. من با ملت ترکیه برادرای واسه کاری نداریم. یک مشت اراذل و اوباشی که به عنوان رهبران اسلامی میخوان اسلام رو در جهان دوباره زنده بکنن، امپراتوری اسلامی، اینها میلیون ها ارمنی رو کشتن و قتل عام کردن. بله. حالا نمیدونم بگم ببخشید. بله. بله. مشخصا میگم ما میخوام کردا رو قتل عام کنیم. این شده میاد حتما مهمان یاران، همه اونهایی که صدای منو میشنون، این سربریدن های سپاه رجب طیب اردوان رو که سر هموطنان من و تو و ما رو داره میبره و افتخار میکنه میگیرن دستش، همه جا پخش کنید، همه جا نشون بدید. از یه همه ترسیدیم آخ دلم یه جوری دلم نه این دلار ولش کنید، دل قوی باید باشه. بله. دل بایست قوی باشه. شما فقط عیسی مسیح رو که بهش باور دارن مسیحیان گرامی در نظر بگیرید، چه زجری، بله، چه شکنجی، چه عذابی کشید در همون مقطعی که صلیب رو روی دوش خودش تا قتلگاهش کشید. بله بله. تیکر ببینیم چندین فیلم ساخته شده. بله. ما که اونجا نبودیم ولی چندین فیلم ساخته شده. وقتی بله. فیلم ها رو ببینید ببینید یک انسان چه رنجی کشید نشونش میدن. همون موقع هم گفتن آقای نشون ندین، خیلی مال این کارگردان اخیری که ساخته بودن. بله. در رابطه با عیسی مسیح گفت این نشونش ندین، این خیلی عیسی مسیح جز زجر و شکنجه داره میشه، خوب نیست، یعنی چه خوب نیست، باید نشون داد که ببینیم در تاریخ چه شده. رو طفلی اونشو برای آزادی اینا داده، بعد الان بعد از 2000 سال هم میگه آقا جنگای صلیبی مسیحی های مادم کشتن. این من 100 بار توی برنامه پارسی زبان و فرانسه زبان هم گفتم خشب. جنگ های صلیبی 1000 سال بعد از مسیح انجام گرفت. بله. 1000 سال بعد از او خودش جونشو برای آزادی و مردم داد. و اینها تا چقدر دروغگو و حق باز هستن، مثل همین رجب طیب اردوان که اول میگه اینا خدا رو نمیشناسن ما میکشیمشون، بعد میگه اینا زرتشتیان. خب زرتشتیاش پیش از اینکه هر دینی آمده باشه خدا پرست بودن که به ابراهیم باور داشتن. این دروغ های تاریخی رو حتما باید افشا کرد، خصوصا که الان ما قدرت تصویر داریم. بله خداش سپاس از مطالبی که فرمودید. حقیقتا با شما موافق هستم که ما بتونیم این آگاهی رسانی رو انجام بدیم. درسته حالا کلیپی که ایشونم بهروز عزیزم فرموندن برای منم همیشه سخت است، اما اگر ما چشم پوشی کنیم از جنایاتی که شده از طرف ایدئولوژی اسلامی، اتفاقا قبل از اینکه شما تشریف بیارید ما صحبتمون این بود، ما اسلام رو نقد میکنیم 100%، اما یک مسلمون رو ما نقد نمی‌کنیم، چرا که یا بهشون باور تحمیل شده یا اصلا تحقیق نکرده دیگه، مسلمان زاده بوده. نه. از این روی رأی خودش هست، اما این رأی رو هیچ انسانی نمیتواند با هر باور و هر مذهبی داشته باشه که بیاد دیگر آزاری کنه، سر ببره، شکنجه بکنه. همونطور که ایدئولوژی اسلامی با رعب و وحشت، یکی از دلایلی که ترکیه، دولت ترکیه این فیلم ها رو میگیره، تصور من بر این هست، آقای سیاوش اوستا منو اصلاح بفرمایید، تصور من بر این هستش که همیشه از ابزار رعب و وحشت استفاده کرده اسلام، پس میخواد بترسونه بگه همونطور که نظام اسلامی در طول این 40 سال سعی کرده از این قدرت ایدئولوژی اسلامی استفاده کنه، همونطور که شخصی به نام محمد استفاده کرده در طول تاریخ اسلام از قدرت رعب و وحشت تا مردم رو به سکوت بیاره، تا بر اونها این استعمار رو بیشتر از گذشته قرار بده. درست میگید، کاملا سخنشو به جاز استاد رسول حیدری. چون اصلا ببینید واژه ارهاب به تازی که میشه ترور و پارسی وحشت آفرینی، برای اینکه شما رو بترسونه، شما به وحشت بیفته، عقب نشینی کنی و
الان رجب طیب اردوان طی چند سال گذشته این تروریزه کردن جهان رو داشت که مردم رو از خودش بترسونه، به گونه‌ای که الان آقای مایک پنس که رفته اونجا داره با اینا صحبت میکنه، چندین بار تو صحبتاش میگه آقای رجب طیب اردوان رفیق آقای پرزیدنت ترامپ، یعنی همه میگن رفیق، رفیق ما. چرا؟ چون اینا میترسن. الان امپراتوری اسلامی شوربختانه در جهان با حضور مسلمانان زیاد شده و بعضی هم که تعصب ویژه دارن، اینا ترکای عزیز همونطور که شما گفتید سخن شما بسیار بجا و درست هست، من کاملا با این مسئله موافق هستم که با مسلمان کاری نداریم، اون ایدئولوژی اسلامی است، اون اسلام هست تو کله اینا میاد، کله اینا رو عوض میکنه و همچنان که کلهای خیلی هم الان عوض کرده به سوی زرتشتی اومدن، به سوی مسیحیت اومدن. شما بهتر از من گواه هستید و میدونید تا این 30-40 سال جمهوری اسلامی چقدر ایرانیای خود ما مسیح شدن، چقدر همه زرتشتی شدن. الان در منطقه من خبر دارم، من خبر دارم از روشون لخوز، چون با امین آمد در تا سودا هستم، زرتشتی الان در میان حتی تازیان بازیان خیلی اوج گرفته، های حیدری استاد حتی در نخستین روزهای آفرینش اسلام فرماندهان محمد که به ایران تازش کردن و ایرانی ها رو قتل عام کردن، بعد از یک مدت اون عده که تو مدینه و مکه و اینا مونده بودن و بعد با آمدن اسرای ایرانی آشنا شدن و دیدن چه اینا تو تاریخ هست، جو کم نیست، فرماندهان بزرگ اسلام مسلمان شدن همون 14 قرن پیش. یعنی هر کس با روشنایی، با نور، با عشق، با مهر، با آفتاب، با خورشید، با گرما، با آرامش، آسایش آشنا میشه، ترک میکنه این اندیشه تازی مسلم و صحراگردی رو که جز خون و زبه بله. متاسفانه همین گونه که فرمودید هستش. اما در این مسیری که همه ما کنار هم ایستادیم تا این آگاهی رو به هموطنان عزیزمون بدیم نسبت به آزادی کشور عزیزمون ایران و همچنین نسبت به این که هوشیار باشید، با این ایدئولوژی زندگی نکنید، خطرناکه، چرا که میتواند شیطان از یک مسلمانی که فکر میکنه مسلمان زادم هست، اما حالا چه اشکال داره مسلمان زاده هستم، مثل یک بمب استفاده کنه که فقط لازمه یه چاشنیه و شما به خوبی میدونید چاشنی یک مسلمان جهاده، همون گونه که 40 سال پیش خمینی از این کلمه استفاده کرد، اعلام جهاد کرد، طوری که متاسفانه روشن فکرای ما به اصطلاح البته که حتی با بورس‌های دولتی در آمریکا درس خوندن به خاطر اعلام جهاد خمینی به تبعیت از این ایدئولوژی بر علیه نظام محمد رضا شاه فقید، این خدمتگزار بزرگ در کشور عزیز ما ایران نیز شوریدن و آسیب زدن به مملکت ما. پس بنابراین میباید ما این آگاهی رو برسونیم. اما یه طرف سکه میتونه این باشه که اون طرف سکه اینه که این نظام اسلامی باز با زور میمونه، همونطور که داره با زور، دروغ، ترور، گروگانگیری و اینکه میان تو کشورهای دیگه افرادی که مخالف هستن رو میبرن، مثل آقای زم توی ایران. حالا ما نمیخوایم مثلا در رابطه با اون موضوع زیاد صحبت کنیم، فقط میخوام بگم حتی اگر چنین اتفاقایی میفته که اثبات بر این هستش که این نظام اسلامی در جهان به عنوان باز یک تروریست داره معرفی میشه، اون طرف سکه که ما دوست نداریم داره دلیلی میشه که مردم ما تحقیق کنن و با فیض خداوند از این باور اسلامی رهایی پیدا کنن. هر چقدر اینها بیشتر بمونن، اسلام بیشتر رسوا میشه، حقیقت این تاریکی برای مردم بیشتر مکشوف میشه. این باور اسلامی که شما میفرمایین یه عادتهای بدی هم به ما داده، یکی از این عادتهای بد نظری خوردنه و این باعث شده که امروز جامعه مسلمان ایران که گرفتار جمهوری اسلامیه منتظر باشه که آزادی را به صورت نظری بذارن توی سینی و بیارن در خونهشون، در بزنن بگن بفرمایین براتون نظری آوردیم آزادی. همچین چیزی مطلقا نیست. آزادی بها داره، بهاشو باید پرداخت کرد.
با تلویزیون، با فیسبوک، با این شعارها 40 ساله نتیجهی گرفته نشده و گرفته نخواهد شد. آزادی در خیابونهای تهرانه. بله. مردم باید اگر میخوان که از این شرایط بیان بیرون، باید بیان داخل خیابون. باید بیان کشته بشن، بکشن. من درسته که یه مسیحیم، نمیتونم این حرف بزنم، ولی یه واقعیته. بایستی یه اتفاقی بیفته تا شما به این آزادی برسید، وگرنه سالهای سالم که بشینین، بله، قرمه سبزی و خورشت قیمه رو میارن در خونتون، نظری میدن، ولی آزادی محاله. به امید آزادی به صورت توی سینی نباش. برابر برو. حالا من اجازه نمیخوام بحث رو عوض کنم، اما متوجه شدم ما یاسر عزیز که مسئول فنی شبکه امید جاودان هستن، پایین صفحه تمام شبکه ها میتونید الان نگاه کنید که آدرس فرکانس رو نوشتن، زیرنویسی کردن. لطفا این آدرس رو بردارید، هموطنان عزیزم، به دیگر دوستانتون بدید که بتونن از این شبکه اون بهره رو بگیرن. به هموطنان عزیزمون، به همه بگید شبکه امید جاودان متعلق به همه ایرانی ها با هر اندیشه‌ای که هستن هست، چرا که عرض کردم ما کلیسا نیستیم، تلویزیونه، کلیسا داریم ولی اینجا تلویزیونه. پس بنابراین هموطنان، این درست الان امروز ما در رابطه با مسئله ایران صحبت میکنیم، ترکیه و مسئله سیاسی صحبت میکنیم، اما امکان داره بعد از این برنامه شما شاهد برنامه‌ای باشید که کاملا متفاوت هست، نه سیاسی هست، من در رابطه با یک باور مذهبی صحبت میکنیم. اگر موافق هستید آقای سیاوش اوستا، به سلیقه آقای یاسر عزیزم، بریم با همدیگه موزیکی رو داشته باشیم و یا کلیپی رو داشته باشیم که هموطنان عزیزم استراحتی بکنن، چای رو میل کنن و برمیگردیم. هموطنان تشویقتون میکنم با ما باشید تا از آگاهی و دانش آقای سیاوش اوستا نیز استفاده کنیم و بهره بگیریم، و با این آگاهی ها هست که ایمان خوبی خواهیم داشت و رویای خوبی خواهیم داشت و هدف خوبی خواهیم داشت و مسلم بدونید که سرزمین نیکویی رو خواهیم. میریم و بعد میگردیم. درود باشه. So
واسه وقتی که تنها تو باشی رفیقا یارم واسه وقتی میترسم دست دستت بذارم واسه وقتی که شادم بگم که شاد گذارم یا وقتی دل شکستم سرشونت بذارم تو منجی امیسا شبان و پادشاهم محتاجم به تو محتاجم تو باشم توی تنها پناهم هموطنان عزیز با برنامه خبرناک از شبکه امید جاودان هستید. سپاس از این که اجازه دادید مهمان منازل شما باشیم. همانگونه که از ابتدای برنامه نیز اعلام کردیم با آقای سیاوش اوستا هستیم که از آگاهی و دانش ایشون همه این اطلاعات داریم که ایشون چقدر نسبت به آزادی ایران، نسبت به اینکه هموطنان ما در مسیر آزادی و خردندیشی فعالیت میکنن و این افتخار رو ما داریم که میتوانیم از دانش ایشون استفاده کنیم. سپاسگزار از این که با ما هستید آقای سیاوش اوستا. ما دقایقی بیشتر وقت نداریم، تشکر میکنم اگر لطف کنید نسبت مطلبی که در دلتون هست فکر میکنید لازم هست عنوان بشه برای اینکه مردم بیشتر نسبت موضوعاتی که صحبت شد آگاهی داشته باشم، و یا در انتها اگر بتوانید لطف کنید نسبت به رهایی از این تاریکی، رهایی از این ایدئولوژی اسلامی، رهایی از این نظام اسلامی رو شما چگونه میبینید؟ سپاسگزارم. مهربان یاران گرامی، استاد رسول عزیز و بهروز نازنینم، آخرین اول اینه که اسلام که مردم ایران ازش فریختن، یعنی پرویز صیاد 15 سال پیش با من یه مصاحبه کرد که عنوانشون بود که گفتم ایرانی هرگز مسلمان نشد و الان هم همه از اسلام گریختن. الان یه زور اسلامی حاکم بر ایران، چون در ایران اسلام وجود نداره. ولی آزادی چجور میاد به زمین ما؟ همونطور که باز خیلی قشنگ بهروز شما یک نکته زیبایی در رابطه با جهاد گفتید مهمان یا استاد رسول، و بهروز عزیزم بسیار زیبا نکته رو برای به دست آوردن آزادی که نظری نیست، تازه نظری رو باید بکشن نظری. حالا آزادی نمونه داریم. همین هفته هفته پیش دختره آبی پوش میگن رفت به خاطر نرفتن زنان به استادیوم خودش رو سوزوند، موجب شد که آزادی استادیوم رفتن بعد 40 سال زن ایرانی به دست بیاره. آزادی هزینه میخواد، رهایی ایران هزینه میخواد. من به طنز، حالا به طنز و شوخی گفتم از سه تا ته باید بگذاریم ما. از ته تریاک و هر نوع اعتیاد. برافو. هر نوع اعتیاد تریاکی کردن، منقل بافورن و
از تخت نرد ما وقتی موقعش باشه آرامش باشه تخت نرد بازی میکنیم، شطرنج ورق بازی میکنیم، نه تخت نرد هم باید بلند شن مردم ما. و از تلگرام فکر کنید دنیا شده تلگرام و 30-40-50-60 نفری که داره اینجا همه شد تلگرام شد مبارزه. نه باید از این ستا بکسن برخیزید و بکسنانید تا ایران آزاد بشه و ایران آنگاه آزاد بشه که میلیونی 15 روز حداقل 15 روز تو خیابونه باشید مختل کنید، نظام نتونه کار کنه. میذارم در رابطه در رابطه با جهادی که شما فرمودین، خیلی قشنگ گفتین استاد، خواهش کنم. جهادی که از فروع دین اسلامه ده. انسان میتونه بهترین انسان باشه، ولی همه این تروریست ها که زدن آدم ها رو کشتن تو این غرب به جای دیگه، تا بریم از همسایه بپرسیم میگن خیلی آدم خوب. خب بابا آدم خوبیه، ولی تا فرمان جهاد بهش ندادن خوبه، تا فرمان جهاد دادن اون هم میره شهربانی پلیس فرانسه در پاریس سر 4 نفر میبره، اونم سر بریده با چاقو، سر اینا رو بریده. خب بله متاسفم. جهاد چون یکی از فروع دین اسلامه، برای همین یک تحول و رنسانس بزرگ بایستی به وجود بیاد. جهاد اینها حتی در فرانسه به این تروریست ها میگفتن جهادگران، جهادیست، همین داعش و طالب جهادیست. من مدت هاست که با اینا هرچی صحبت میکنم تو برنامه فرانسوی من میگم و چند بارم به پرزیدنت مکرون گفتم، گفتم آه وقتی میگید جهادیست شما ارزش و اعتبار به کار اینها میدید. یارو طرف مسلمونه که نشسته خوشحال میشه میگه اینا جهادگرا هستن، در راه خدا دارن جهاد میکنن، اینا تروریستن. باید بگید تروریست اسلامی. مصاحبه دارم من که با یک شهردار و یک شخصیت دیگه فرانسوی هستی صحبت کردم، گفت آقا تو معنی جهادیست میدید یعنی چی؟ دوستان تاشم تو رسانه هم میگین جهادیست، گفت نه یعنی تروریست. گفتم نه آقا، فقط یعنی جنگ مقدس، یعنی جنگ مقدس. شما روز به روز به سپاهیان اینا میافزایید با این و همین خاطر هفته پیش که آقای مکرون صحبت کرد برای نخستین بار پس از این سالها، به جای که از واژه جهادیست به کار ببره و اینم همین ترس رو اینا که همه دارن اینجا هم هست، همون که میگن سر بریدن رو نشون نده ترکاری اینجا هست، میگن نکنی یه حرفی بزنین به گوشه قبای مسلمان ها بر بخوره. اونا هم کمتر بعضی هستن که میگن تروریست اسلامی، ولی مشخصا مکرون در یک دقیقه و نیم در صحبتش در یک دقیقه و نیم سه بار گفت تروریست اسلامی. تروریست اسلامی یعنی اینا تروریست هستن. ولی ایمان به هست، عشق هست، برای انسانیت هست، برای انسانسازی هست، این زیباست. ولی دینی که از روز نخست که اومده فقط سر بریده، تا الان هم سر میبرن، الان هم آقای رجب طیب اردوان سر میبره تو پرفکتور پاریس، یعنی شهربانی پاریس هم دو هفته پیش سر بریده این آقای مسلمان. این که نشدیدی دین که خون نیست، دین که کشتار نیست، دین باید عشق باشه، مهر باشه، دوستی باشه. آمین آمین آمین. فرصت بودم که با شما مهربان یاران بودم. پروانه میخوام که یک بار دیگه خواهش. به مردم ایران خواهش. به مردم ایران شاد باش بگم از. که این امید شما، این پیام امید واقعا امید جاودان میره به خونه تک تک ایرانی در داخل میهن اهورایی ما و روز به روز رشد فکری تا بالا نره. من از این ترامپ خیلی خوشم اومد، یک حرفشو به یارو گفت احمق، حماقت نکن به رجب طیب اردوان. این بحث خیلی جالبه، حماقت برابر فهم و شعور هست، کسی که فهم و شعور هست. و اینه که الان من مطمئن هستم که نقش مهمی شما خواهید داشت خواهش داخل ایران خواهش. و اهورامزدا با شما باد، خداوند عشق و مهر و دوستی با شما باد که بتونید دروازه های بسیاری رو بکشایید به روی خردگرایی و مهربانی. آمین با فیض خداوند. ممنون از شما، سپاس از این که با ما بودید، شما رو به دستان خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. فیض خدا باشه، خداحافظ. شما هموطنان عزیز، همان گونه که قبلا نیز اعلام کردیم، شبکه امید جاودان رویایی داره و رویای ما این هستش که خبر خوش نجات رو به گوش ایرانی ها برسونیم، نه به روی جبر، بلکه به این رو که بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست، خدا عشق و محبت هست. از این رو هستش که هموطنان در این مسیر ما برای آزادی ایرانی زندیشه میکنیم، ما برای اینکه کشورمون آزاد بشه، هر باورمندی آزاد زندگی کنه، به هیچ انسانی مربوط نمیشه که یک انسانی چه دینی داره چه باوری داره، مگر اینکه مانند همونانی که مطیع این جهاد هستن
و دست به اعمال تروری میذارن، مانند تروریست میذارن، مانند این ایدئولوژیست های اسلامی، باعث آزار باشن. پس بنابراین ما نسبت به آزادی که خدا به ما داده این رو میدونیم و جبر نداریم روی باوری که مردم بیاید به مسیح ایمان بیاید. خیر، این یک از آن انتخابه. اگر ایمان آورد میشه یه افتخار برای اون شخص. پس شبکه امید جاودان اگر بخواد این خدمت رو گسترده کنه، اگر بخواد روی ماهواره باشه، با رویایی که ما داریم این هست که ما نیاز به 300 نفر عضو، و این رو گرفته شده از کتاب داوران هستش، 300 یار جدعون کنار ما بیستید از $30 به بالا، هر مقداری که براتون مقدور هستش. عزیزان که در اروپا هستن، در آمریکا هستن، در کانادا هستن، به ما بتونید کمک کنید. از عزیزان که در ایران هستن نمیخوایم کمکی، چرا که میدونیم سخت هستش فرستادن پول، و حقیقتا بهتر هست عزیزان به هموطنانمون به نوعی کمک بکنن، انگار به ما کمک کردن. ولی عزیزان که در اروپا هستید، عزیزان که در استرالیا هستید، در کانادا هستید، در آمریکا هستید و جای دیگه که هستید و مایل هستید این خدمت گسترده بشه، خواهش میکنم روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church و اونجا شما میتوانید اون هدیتون رو بدید. عزیزانی که مایل هستن چکشون رو بدن، آدرس کلیسا رو ما معمولا پایین صفحه شبکه امید جاودان میذاریم و میتونید مراجعه کنید، ببینید آدرس رو و چک های خودتون رو به نام PWOC چکاتون رو بدید. و اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید نسبت به هداياتون، و اگر پیشنهادی دارید با شماره تلفن 818 716 4 0 818-716-4-0 و یا 818-699-16-15 لطفاً تماس بگیرید و به شما کمک خواهیم کرد که به طریقهای مختلف شما میتونید پولتون رو بدید. و در انتهای سال عزیزانی که مایل هستن، ما به عزیزان برای کار تکسشون و یا مالیاتشون برگاهایی رو میدیم که کمکشون هم نیز خواهند شد. بیزینسمن ها میتوانن بیزینس خودشون رو در این شبکه برای تبلیغات بیارم، ولی ما به هیچ وجه از عزیزان پولی رو نمیگیریم، بلکه اونها نیز مطابق آنچه که هدایت میشن و روی انصاف و عدالت لطفاً به ما دونیشن بدید، به ما هدیه بدید، و ما نمیخوایم کار بیزینسی کرده باشیم در این تلویزیون. پس بنابراین ما بیزینسمندای از هموطنان عزیزم رو اینجا پخش میکنیم، اما خواهشمند هستیم که دست یاری به ما بدید تا این شبکه رو بتونیم داشته باشیم و کارمون رو نیز گسترده کنیم. با سپاس از بعد بهروز عزیزم، اگر مطلبی هست در این دقایق خوشحال میشم. اگه اجازه بدین من به یه مطلبی اشاره بکنم بفهم. و اون این هستش که برنامه های سیاسی رو شما از کانال های خیلی مختلف میبینی، این کانال هم در واقع به صورتی داره همین را انجام میده، ولی خیلی عمیق‌تره. شما وقتی که بیماری به جسمتون وارد میشه و در واقع عفونتی جسم شما رو میگیره، اول شما تب میکنی، احتمال داره در اون موضع شما دردم داشته باشی، شما با خوردن مسکن دردت ساکت میشه، ولی اون عفونته از بین نمیره. عفونته یه تدبیر خاصی میخواد. امروز جامعه ایران ذهنیتش عفونت داره. هدف ما اینه که این عفونته رو برداریم، و این عفونته کاملا مشخصه که در جامعه اسلامی ایران چی هست. ما میخواییم به اون ریشه بزنیم، ما میخواییم که شخصی که میشینه فکر میکنه خودشو بتونه انسان آزاد ببینه. آمین. بدون هیچ وابستگی. اگه تونست خودشو آزاد ببینه، میتونه برای مملکت شرایط آزادی رو به وجود بیاره. آمین آمین, آمین. با فیض خدا. بازم یک بار دیگه به دوستانتون اعلام کنید، لطفاً پایین صفحه آنچه را که میبینید آدرس فرکانس ما هستش که عزیزان توی ایران چگونه میگن، عزیزانی که به مسیح ایمان دارید، عزیزانی که آزادی ایران رو میخواید با هر اندیشه، لطف کنید این آدرس رو بنویسید و در کوچه و خیابون نیز پخش کنید، به دوستانتون بدید، و این خودش یک مبارزه است. همون گونه که برادر عزیزم لطف کردن این مطلب رو آخر رو نیز فرمودن، ما آمده ایم که حقیقتا آگاهی، آزادی، امید، شادمانی و رستگاری رو اعلام کنید. و خوشا به حال شما عزیزانی که پذیرش این حقیقت هستید
ایمان داریم که وقتی به این حقیقت نزدیک میشید آزادی رو خواهید داشت، چرا که مسیح هم اعلام میکنه حقیقت را بطلبید که حقیقت شما را آزاد میکنه. پس آنچه که ما انجام میدیم عزیزان مطابق همین کلام خدا هست، مطابق کتاب مقدس هستش که ما داریم تعلیم میدیم. با فیض خدا شاهد آزادی ایران باشیم. سپاسگزار هستم از آقای یاسر عزیزم که در اتاق فرمان هستن، مدیریت فنی شبکه امید جاودان رو دارن و تک تک شما خوبان. فیض خداوند عیسی مسیح پیوسته با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین. آمین. آمین.